از دور، از نزدیک. با درودهای فراوان به شما شنوندگان گرامی، برنامه این هفته از دور از نزدیک رو آغاز میکنیم. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسند شما قرار بگیره. مهرافشانی کنید و دیدگاه های خودتون رو در مورد برنامه با ما در میون بذارید. راه پیوند با ما از دور از نزدیک @gmail.com. در صورت تمایل سری هم به صفحه تلگرام برنامه بزنین. نشانی تلگرام و ایمیل رو در این صفحه هم میتونین ببینین. اما اون چه که در این برنامه خواهید شنید، اینا رو با صدای بلند میگم به اون جوان که یادت باشه جوان، ته دلت حواست باشه فوتبالیست یا آدم لومپنیه که بود و نبودش در دنیا و آخرت تو هیچ تأثیری نداره. این کارها به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های بسیار سنگینی داره. گرفتن 4 نفر رو و گفتن آقا اینا اخلال ارضی رو وجود آوردن. خب اخلال ارضی که یک شبه وجود نیومده که، همه قلیون میکشیدن، بعد مثلا میگفت بیا برای تو روانگردان بریزم. تو جوونا اکثرا موده، تو هر پارکی هر جایی بری و زن به اعماق فرو میره و چون بر روی آب میاد باردار شده. زنی باردار که طعم رسهای اعماق دریاچه هامون رو هرگز فراموش نمیکنه. بازی‌های جام جهانی فوتبال همچنان ادامه داره، گرچه ایران با سوم شدن در گروه خودش که به گروه مرگ معروف بود از این جام خداحافظی کرد. همکارمون بهمن چهلم ایرانی تحلیلی داره در این باره و همچنین تعطیل بازار تهران که همزمان انجام شد. بهمن عزیز، جام جهانی فوتبال که یکی از پربیننده ترین جشنواره های جهان هست، با آغاز کار خود در سال 1930 منهای سالهای 42 و 46 به دلیل جنگ جهانی دوم هر 4 سال یک بار میزبان بخش بزرگی از مردمان دور و نزدیک کره خاکی بوده و نهاد سرپرست کننده این جام فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تونسته در این 8 دهه گذشته بازی‌های تیم‌های ملی کشورهای شرکت کننده در این جام رو به خوبی سرپرستی کنه. نخستین باری که ایران دارای یک تیم ملی فوتبال شد و نخستین بازی خودش رو انجام داد در 25 آگوست 1941 در برابر افغانستان بود که این بازی در کابل بدون گل زده‌ای به پایان رسید. از سال 1941 تا 1978 در مدت 16 سال فوتبال ایران چنان پیشرفتی کرد که تونست در 3 نوبت پی در پی در سالهای 1968، 1972 و 1976 قهرمان جام ملت‌های آسیا بشه و سرانجام در جام جهانی 1978 به عنوان تنها کشور نماینده از قاره آسیا در جام جهانی خود نمایی کنه. در بازی‌های تابستون اون سال ایران با 2 شکست در برابر پرو و هلند و 1 مساوی در برابر اسکاتلند در رتبه 14 جهان قرار گرفت. پس از بازگشت تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی 1978 کشور دچار دگرگونی بزرگی سیاسی شد و به گفته کارشناسان با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ایران فوتبال حرفه‌ای دیگر در کشور در اولویت قرار نگرفت و با بسته شدن درها به روی ایران این ورزش رو به رشد را در درون مرزهای خود منزوی کرد. پیامدهای این انزوا اینکه ایران در این 40 سال گذشته هرگز
برنده جام ملت‌های آسیا نشد و 20 سال زمان برد تا دوباره در سال 1998 در جام جهانی شرکت کنه. از اون پس هم ایران در 3 نوبت دیگه هم در سال 2006 و 2014 و امسال در جام جهانی 2018 شرکت کرد. میشه از چشم‌اندازهای گوناگونی به پدیده فوتبال در ایران نگاه کرد. یکی از اونها این که واکنش امروز مردم ایران با واکنش اونها در 40 سال پیش هیچ گونه همانندی نداره. برای نمونه در 40 سال پیش ایران در برابر اسکاتلند که در اون زمان فوتبال نیرومندی داشت 1-1 مساوی میکنه. اما مردم واکنشی نسبت به این نتیجه مساوی از خودشون نشون نمیدن. اما در 4 سال پیش زمانی که ایران 1-0 از آرژانتین شکست میخوره، مردم در ایران به کوچه و خیابونها میان و جشن و پایکوبی میکنن. چگونه است که این شکست برای مردم شادیاور هست اما مردم نسبت به اون مساوی واکنشی نشون ندادن؟ شاید پاسخ این پرسش این باشه که ایرانیان 40 سال پیش گرچه غم داشتند اما کم داشتند و شادی در اون زمان بسیار بود، تا جایی که مساوی در برابر اسکاتلند چندان انگیزهی برای شادی نداشت. اما ایرانیان امروز که شاید شادی داشته باشن اما چون کم دارن و میزان غم در بین اونها بسیار هست، حتی به بهانه اینکه ایران در وقت اضافه و از روی حرکت فردی فوتبالیست حرفه‌ای آرژانتین لیونل مسی 1 گل خوردند، بهانه‌ای پیدا می‌کنند برای شادی. به بیان دیگه، بالا بودن میزان غم و سرخوردگی در بین ایرانیان امروز هست که از شکست در برابر آرژانتین بهانه‌ای برای شادی کردن می‌سازند، به کوچه و خیابون‌ها میان و دست افشانی و پایکوبی می‌کنن. یکی دیگه از چشم‌اندازهای اندیشه برانگیز فوتبال ایران زنان ایران هستند. 40 سال پیش زنان ایران می‌تونستند برای تماشای ورزش وارد مکان‌های ورزشی بشن. از زمان روی کار اومدن جمهوری اسلامی زنان از رفتن به ورزشگاه ها محروم شدند. الان سال هاست که کنشگران اجتماعی سیاسی تلاش می کنند که درهای ورزشگاه ها در ایران به روی تماشاچیان زن ایرانی باز بشه، تا زنانی که دوستداران ورزش هستند ناچار نباشند خودشون رو همچون مردها آرایش کنند تا دزدکی وارد ورزشگاه ها بشن. دریا صفائی یکی از این کنشگران اجتماعی هست که سالهاست در این راه گام بر می داره. از سوی دیگه زنانی هم هستند مانند مسیح علی نژاد که برای از بین بردن پوشش اجباری در ایران کوشا هستند. زنان بسیاری در این 40 سال گذشته برای ایستادگی در برابر این قوانینی که از دید اونها تبعیض‌آمیز و تحقیرانه هست کوشا بودن. اما همزمان میشه در جام جهانی فوتبال امسال که در روسیه برگزار شد زنان ایرانی رو دید که به ورزشگاه ها اومدند، حجاب اسلامی هم ندارن اما بر روی چهره خود پرچم جمهوری اسلامی ایران رو با اون نشانه الله نقاشی کردن. براستی این تضاد رو چگونه میشه پاسخگو بود؟ بیگمان این زنان که نماد جمهوری اسلامی ایران رو بر روی گونه ها و پیشونی خودشون نقاشی کردن به درستی میدونن که این نماد نشانی یک سیستم حکومتی هست که در 4 دهه اونها رو در کوچه و خیابونهای ایران برای بیهجابی یا بدهجابی مورد اذیت و آزار قرار داده، اما اونها همچنان اون رو روی چهره خود نقاشی میکنن، اون هم بدون حجاب اسلامی. تضادهای رفتاری در جامعه ما فراوان هست و حتی بخشی از اونها رو میشه در دستگاه حکومتی هم دید. همزمان که رئیس جمهور و حکومت حسن روحانی
عکسی از خود پخش میکنه که در اون با تنپوش تیم ملی فوتبال ایران تماشاگر بازی ایران هست، در جای دیگه یکی از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی ایران حسن عباسی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بی حرمتی میکنه. من دارم میگم جامعه ای که اسیر فوتبال و کیروش و کفاشیان و امثال هم هست، این جامعه ازش مقاومت در نمیاد. برید ببینید انسان‌های بزرگی که دارن توی سوریه میجنگن تا اینا امنیت داشته باشن فوتبال بازی کنن، این انسان‌ها کدومشون اسیر فوتبالن؟ کدومشون؟ اینا رو با صدای بلند میگم به اون جوان که یادت باشه جوان، ته دلت حواست باشه فوتبالیست یه آدم لومپنیه که بود و نبودش در دنیا و آخرت تو هیچ تأثیری نداره. کدوم یکی از این قهرمانان فوتبال دردی از جامعه رو میتونن دوا کنن غیر از انتظار، توقع؟ هر ساعتی تو تلویزیون مملکت نشونشون میده انتظارات آنچنانی، زمین میخ داشته، دروازه اینجوری بوده، اون حق اینا رو نداده، پوله. اینا میلیارد میلیارد حقوق میگیرن، یه ذره حقوقشون دیر بشه شکایت میکنن به بیگانه تو فیفا. اما در پس این تضادهای بیشماری که هم در حکومت و هم در بین مردم میشه دید، یک واقعیت مهمتری خودش رو در این روزها نشون داد و اون زمانی بود که ایران سومین و آخرین بازی حساس خودش رو در 4 تیر ماه 1397 25 ژوئن 2018 در برابر پرتغال داشت. آخرین بازی گروهی که ایران با برد در اون میتونست از گروه بالا بره. بدون تردید برای مردمی که تا این اندازه فوتبال دوست هستند دیدن این بازی بسیار مهمه. اما درست همزمان با این بازی بازار تهران وارد یک اعتصاب گسترده میشه و موج مردم رو میشه در خیابونها دید که دست به تظاهرات میزنند. درگیری ها بالا میگیره و نیروهای انتظامی با باتون و گاز اشکاور وارد میدون میشن. شش ماه پس از خیزش دیماه سال پیش دوباره لایه‌های درونی جامعه سر به نافرمانی می‌زنند و در اندک زمانی اعتصابات بازاریان تهران به بازارهای شهرهای دیگه هم می‌رسه و کشور در یک حالت نیمه تعطیل به سر می‌بره. اونچه که بیش از همه چشم‌ها رو به سوی خودش خیره کرد نیروهای حکومتی هستند که آشکارا دست به تخریب اموال عمومی می‌زنند. رئیس جمهور حسن روحانی رویدادهای این روزها رو سیاه نمایی می نامه و رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی اخلالگران رو به اعدام و حبس طولانی مدت تهدید می کنه. آیا آثار سیاه نمایی، نه سیاه نمایی نسبت به یک مورد خاص، یک مورد جزئی، ایناش من نمیگم، راجب نظام یک سیاه نمایی باشه که مردم نسبت به آینده ناامید شد؟ اینجا داره هشدار میدم به این اخلالگران نظام اقتصادی، خوب گوش کنید، پنبه هارم از گوش بیرون بیارید، چشمارم خوب باز کنید. این کارها به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازاتهای بسیار سنگینی داره. در اونجا دیده شده که اگر این کار مصداق افساد فلعرض باشه اعدام، و اگر غیر از این باشه تا 20 سال حبس و تمام اموالی که از این باب بیاد مصادره میشه. اینجور که پیداست ناخرسندی مردم ایران در اندازه‌ای هست که حتی تماشای بازی حساس تیم ملی فوتبال ایران هم نمیتونه خواستهای مردم رو عقب بندازه. همچنین تیم ملی ایران با یک پیروزی در برابر مراکش، یک شکست در برابر اسپانیا و یک مساوی در برابر پرتغال نشون داد که اون چرا که به گمان بسیاری ناممکن به نظر می رسید می تونستند ممکن کنند. تیم ملی پرتغال در 2 سال پیش قهرمان ملت‌های اروپا شد. به باور بسیاری نتیجه مساوی با تیم قهرمان اروپا نشونه اون هست که مردم ایران اگر خودشون رو باور داشته باشند و اراده کنند
میتونن بسیاری از اون چرا که به گمان ناممکن میرسه ممکن کنن. گرچه بازی جام جهانی فوتبال این بار برای ملی پوشان ایرانی به پایان رسید، اما چالش های بسیاری در جامعه ایران پابرجاست که باید دید آیا مردم ایران همچون بازی در مقابل پرتغال جهانیان را شگفت زده خواهند کرد. با سپاس از بهمن چهلمیرانی. بهمن عزیز، همونطور که خود شما هم در گزارشتون اشاره کردین، سقوط ارزش ریال و افزایش بهای ارزهای خارجی با خشم و اعتراض شدید مردم، به خصوص بازاری ها در تهران و چند شهر دیگه روبرو شد. این اعتراض ها به اندازه بود که رهبران حکومت برای متوقف کردنش علاوه بر استفاده از نیروهای ضد شورش، معترضین رو تهدید به حتی مجازات اعدام کردن. این پرسش همواره برای مردم مطرحه که چرا ارزش ریال مدام رو به کاهشه و حکومت نمیتونه سامانی به این وضعیت بده. و از سوی دیگه این وضعیت چه تأثیری بر زندگی و گذران مردم میذاره؟ و برای نمونه اون دسته از ایرانیایی که برای مسافرت به خارج کشور مجبورن ارز تهیه کنن با چه مشکلاتی روبرو میشن؟ گفت و شنودی داریم با یکی از این مسافرها که در ایران جز گروه های نسبتاً مرفه جامعه محسوب میشن. سلام. سلام عرض کردم. خوش میگذره؟ بله، خیلی متشکرم. خیلی عالیه. این مسئله گرون شدن ارز چقدر برای شما دشواری ایجاد کرد قبل از اینکه بخواین خارج بشین از ایران؟ ببینید، مشکلی که الان هست توی بحث خروج ارز یا به دست آوردن ارز توی ایرانه، با توجه به این تحریمایی که جدیداً آمریکا بر علیه ایران مثلا خب در نظر گرفته، قیمت ارز به صورت ندولتی، حالا ما تو ایران بهش میگیم که ارز جهانگیری، چون میگن که 4200 تومان، ولی 4200 تومان اصلا پیدا نمیشه. حتی من قبل از اینکه بیام مسافرت صرافی مثلا اقدام کردم که بگیرم، صرافی ها مثلا میگفتن ما نداریم، اجازه فروش نداریم، یا مثلا یا اینکه کسایی که آشنا بودن مثلا اون ارز در اختیار اونا میذاشتن. خب دلال هم اگه شما میخواستیم بگیریم مجبورین که قیمت بالاتری رو مثلا پرداخت بکنید و ریسک اینو داره که اون ارز آیا تقلبی هست یا تقلبی نیست. یعنی ممکنه تقلبی هم باشه؟ 100% 100% بودن دوربر من که دوستای من که مثلا خب گرفته بودن از دلال و اون ارز اصلی نبود. من حتی قبل از اینکه بیام مسافرت میخواستم از دلال بگیرم، اومدم با این صرافیایی که مثلا باز هستن و وابسته به بانک ها هستن، از اونا پرسیدم، گفتن نه، اونا هم گفتن که این کارو نکنید به خاطر اینکه امکان داره که تقلبی باشه و در نهایت میخوای بگیر بیار اینجا ما چک بکنیم که ببینیم اصل هست یا نه. گفتم خب من الان بگیرم از اون دلال بعد بیام اینجا بعد بگی که شما بگین اصل نیست، من چجوری اون دلالو پیداش بکنم؟ مشکلات خیلی زیاده متاسفانه و بیشتر شده. بحث خود افزایش نرخ دلار باعث ایجاد یک تورم شده. متاسفانه کسی که میخواد، خب همه صنعتی نداره ایران، حالا اسمش هست که صنعتی هست ولی نیست، چون کاملا وابسته به خارج و تمام وارداتی که داره انجام میشه با دلار داره انجام میشه و روز به روز افزایش قیمتا رو داریم، چه تو خودرو، چه توی لوازم خانگی، چه توی همه چیز. در واقع بالا رفتن قیمت دلار قبل از این بود که امریکا اعلام بکنه که میخواد از فرجام خارج بشه.
برخی اونو یه جور موانع ایجاد کردن برای دولت تعبیر میکنن. ببینید خب این واقعیت داره، یه مقدار با بحث روانیه تو ایران اینجور همیشه هست که تا میگن یه اتفاقی داره میفته، به جایی که مردم مثلا خب ممانعت بکنن نسبت به خرید اون جنس، همه هجوم میبرن به سمت خرید مثلا یخچال، چون میدونن که یخچال گرون میشه، همه هجوم میبرن به سمت خرید خودرو چون میدونن خودرو گرون، دیگر طرف میره قرض میکنه، وام میگیره که مثلا این کار انجام بده که عقب نیفته، به خاطر اینکه روز به روز داره متاسفانه ارزش پولی کشور داره میاد پایین، احساس ناامنیه دیگه. 100% من که الان 37 سال سن دارم هیچ جور احساس امنیت نمیکنم. حالا سیاستمداران متاسفانه نمیدونم حالا چرا نمیخوان اینو قبول بکنن که این مشکلات هست، یا خودشون رو میخوان بزنن به اون راه که مثلا خب این چیزی نیست، ولی خب متاسفانه هست، این واقعیتیه که روز به روز این ارزش داره میاد پایین تر. و شما نسبت مثلا به 5 ماه پیش اگر 100 میلیون تومان داشتین الان 70 میلیون تومان دارین، چون 30% ارزش پولتون اومده پایین. درسته که 100 میلیون تومان دارید، ولی برای خرید یک جنس 100 میلیون تومانی شما در اصل باید 130 میلیون تومان هزینه بکنید، یعنی 30% ارزش پولتون اومده پایین. متاسفانه چاره نیست، مجبوریم که بسازیم و بسوزیم. این مسئله ناامنی رو شما چقدر توی آدما میبینین که تاثیر میذاره رو رابطه آدما با هم دیگه؟ ببینید شما وقتی که لحاظ مالی تامین نباشید، نسبت به همه مسائل عصبانی خواهید بود. رانندگی داری میکنید، همش فکر میکنید که مثلا خب گوشت چقدر میشه، میوه چقدر میشه، ما احتیاج زندگی داره چی جوری تر، ولی متاسفانه حقوقتون همون حقوق مثلا ثابت قبلی، حالا با 10% افزایشی که یا 15% تا 19% افزایشی که دولت داره میده، ولی خب همون داره ازت میگیره، با افزایش بهای برق، با افزایش بهای آب، با افزایش بهای تلفن، با افزایش بهای خدمات، عملا شما داره دو برابر از شما داره اون پولو به سمت خودش داره جذب میکنه. متاسفانه خب کار نمیشه کرد. حالا این مشکلات هست، گرونی هست، بیکاری هست، ولی با وجود این از طرف دیگه آدم نگاه میکنه میبینه تشریفات هم هی داره بالا و بالاتر میره. تو ایران شما یه دفعه میبینین که یک شبه یک نفر پولدار شد. چجوری پولدار شد؟ مثلا یه ساختمون خریده دیروز 200 میلیون تومان، فردا میره تو بازار 230 میلیون تومان میفروشش. این نوسانات باعث میشه که یه عده مثلا خب بالاخره درآمدشون بهتر بشه. و سیستم دلالی، کسایی که یه مقدار تو ایران دارن دلالی میکنن نسبت به شغلای دیگه، که حالا یک کسی که اومده مهندسی خونده، درس خونده و پشت میز نشسته، تحصیلات عالی داره، خب قاعدتا بهتر جواب میده به خاطر همین عدم ثبات اقتصادی. شما خودتون به عنوان یک جوان چه چیزی رو برای یک جامعه خطرناکتر میدونین؟ مشکلات اقتصادی که وجود داره؟ ببینید دغدغه یک جوان 23 ساله که درسش تموم میشه، دانشگاه میاد بیرون اگر درس خونده باشه، خب شما وقتی که نسبت به جامعه توقع نداشته باشین، مثلا میگین خب من درس نخوندم، خب رفتم مثلا شغل مکانیکی انجام میدم، شغل مغازه‌داری انجام میدم، هر چند که دوستانی هستن که از دوستان من هستن که مغازه‌دار شدن، اومدن کار کردن، حتی درس خوندن، پشت میز نشستن، این همه سال بالاخره سختی کشیدن، ولی خب متاسفانه کسبی ندارن و همه جمع کردن، حتی یک سرمایه اندکی که داشتن اومدن سرمایه‌گذاری کردن توی حالا مثلا پوشاک، کفش، هر چیزی، خب اینا جمع شده و رفتن کنار و خونه‌نشین شدن و بودن دوستانی که این عدم ثبات اقتصادی باعث شده که از زندگیشون خارج بشن، به خاطر اینکه شما با شکم گشنه نمیتونین بخوابید، مجبورید که بالاخره فعالیت رو بکنی، و وقتی که شما تمام درها به روی شما بسته شده، امیدوارم برای کسی هیچ کسی واقعا این اتفاق نیفته که هر دری که شما میزنید این در باز نمیشه. این اتفاقات اصلا خوب نیست برای یک جوان ایرانی که تو سن سال 23 سال 24 سال میخواد زندگیش تشکیل بده. و بالاتر این مشکل اقتصادی خیلی، یعنی من حتی به جرات میگم که شاید خیلی از ایرانی‌ها مخالف جمهوری اسلامی نیستند، به خاطر بحث
مشکلات مالیشون هست که این اتفاقات داره میفته و این سرمنشأ میگیره از سیاست‌های سیاسیون مملکت که متاسفانه به خاطر نمیدونم به خاطر چی این همه مخالفت، این همه دوست دارن که این مشکلات برای مردم باشن، واقعا تو مردم نمیدونم هستن نیستن یا خودشونو به اون راه میزنن، شاید خودشون اینجوری تصور میکنن که خب اوکی ما که داریم برج 10 میلیون تومان 15 میلیون تومان داریم بالاخره حقوق همشون هم ماشاءالله عضو هیئت علمیه ان، مثلا خب حالا دوستانی که هستن توی رأس حقوقی نمیگیرن از بابت ریاست جمهوری، بابت حقوق، بابت فرمانداری، بابت بالاخره مراحل مختلف نمیگیرن، ولی عضو هیئت علمیه هستن و این حقوق رو میگیرن. خب حالا در کنارش اتفاقات دیگه که براشون رقم میخوره که من نمیخوام وارد بشم چون اطلاعاتی نسبت به اون قضیه ندارم، شاید به دید من شاید خیلی دارم کار خیلی کارها میکنم ولی خب چون من به چشم خودم ندیدم نمیتونم قضاوت درستی داشته نسبت به اون قضیه داشته باشم. تامینن بچه های خودشون تامینن به خاطر اینکه بالاخره اصولی ترین مسائلی که میتونم برای یک فرزند تهیه بکنم رو دارم و در اختیار اون فرزند قرار میدم، حالا یا خونه یا شغلی به تناسب اون که خب بالاخره نفوذی دارن توی دستگاه سیاسی کشور یا دستگاه اداری کشور و یا هم خیلی دیگه چیزتر باشه که اکثرا الان دیگه ما دو من شنیدم همش میخونیم این بر اون بر. خوشبختانه دنیای مجازی جوری شده که تمام اطلاعات شما میتونیم با یک سرچ کوچیک در بیارید از توی کامپیوتر و میفهمین که حسن مثلا پسرش توی اسپانیا، حسین توی مثلا قبرس، اون یکی داره توی چیز میخواه. خب برای همینه که محدود میشه دیگه. خب شما یه اشاره جالبی کردین، دو مورد گفتین که یا نمیدونن یا میدونن به رو خودشون نمیارن، بیشتر کدومو فکر میکنی؟ ببینید میدونن مشکلات کجا هست ولی سعی میکنن که با صحبتهای خیالی جوری که توی این 30-40 سال اخیر اتفاق افتاده جوری جلوه بدن که ما چاره نداریم که اومدیم این سختی ها رو برای مردم خودمون داریم میخواییم، ولی به نظر من اشتباه میکنند چون دنیای گفتگوه، حتی اسرائیل حتی آمریکا با یک گفتگوی مناسب قابل حله. من نمیدونم آخه برای چی، مگه چقدر ما زنده هستیم تو این دنیا که همش به فکر دشمنی و اعصاب خرد کردن و دیگه نمیدونم اینجور چیزا باشیم. شما وقتی که توی سطح شهر توی ایران داری رانندگی میکنی همه عصبانی. خانه خود شما یه بوقی که میزنید عکس العملی که میگیرین از طرف مقابلتون با فحشه با ناسزاست. خب این خوب نیست برای یک جامعه ایرانی که دم از فرهنگ میزنیم ولی فرهنگی نداریم. علاوه من ماها الان هیچی نداریم، نه آبرویی داریم، نه فرهنگی داریم، نه اعتباری داریم، نه پاسپورت خوبی داریم و اینو زمانی متوجه میشین که از مملکت بیایم بیرون. دقیقا نقطه‌ای که شما پی به خیلی چیزا میبرید نقطه‌ای که شما از مرز ایران میاید بیرون. وقتی میاد اینور خب یه عده هستن اینجا پرانتز باز بکنم که خب دنبال این آزادی ها نیستند، حتی نمیدونم مثلا حالا ترکیه کجاست، نمیدونم سوئد کجاست، نمیدونم شنیدن فقط، هیچ اطلاعاتی نسبت به جامعه بیرونشون ندارن. خب این عده اصلا خب هیچ صحبتی نیست نسبت بهشون، ولی عده‌ای که میتونن این برای خودشون این شرایط وجود بیارن حتی با یک هزینه کمتر برای اینکه یک دنیای خارج از دنیای ایرانو ببینن، وقتی که میان اینور میفهمن که ما از زنده بودن فقط نفس کشیدن رو تو ایران داریم انجام میدیم و این یک واقعا یک درده. یعنی بعض موقع آدم با خودش که میشینه صحبت میکنه یا با خودش فکر میکنه میبینه که ما برای چی زنده ایم. حتی این برای شماییه که آدم مرفعی هستین؟ ببینید من آدم مرفعی نیستم، من سعی میکنم که جوری زندگی بکنم، جوری کسب و درآمد بکنم که یک حلال باشه، دو خوشی خودم رو داشته باشم. نه حالا خدا را صد هزار تا شکر پدر مادر بالاخره نه اینکه حمایت بکنم ولی خب تا
جایی که تونستند این حمایت رو به وجود آوردن، بالاخره با در اختیار گذاشتن یک منزلی در چیزی که خیلی ها این رو چون ندارند، بله به خاطر همین به نسبت شما مرفه محسوب میشین، این رو ندارند متاسفانه. شاید بله حرف شما درست باشه، من یک رفاه نسبی رو بالاخره خوده، چون اگه پدر مادرها اگه کمک نکنن تو ایران شما خیلی کمتر میتونین آینده رو به رشدی داشته باشید، به خاطر اینکه شما درآمد خوبی ندارید که بخواین اونجا. حالا من خدا رو شکر زحمت خودمون رو میکشیم، کار میکنیم، بالاخره یه شرکتی داریم، یه شرکت مهندسی داریم که با تمام سختی ها و تمام مشکلاتی که برای کار گرفتن هست، و چون الان جوریه که تو ایران شما مثلا یه شرکت پیمانکاری که دارین کار میکنید همه جور قیمت میدن، به خاطر اینکه اینقدر بیکاری هست شما مجبورین که با اونام رقابت بکنید. پس در نتیجه تمام اون بحث درآمدی که برات به وجود میاد در حداقل قیمتی که یک کارفرما مد نظرش هست به وجود میاد و شما میرین حالا براخره کار میکنید یا کار نمیکنید. خروج آمریکا از فرجام فکر میکنین چه لطمه میتونه به ایران بزنه یا چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ ببینید تأثیر قابل توجهی داره، نه الان ولی الان به نظر من دقیقا مثل اون زمانی که آقای دکتر احمد نژاد بالاخره سال 90-91 اوضاع خیلی بدی برای ایران رقم خورد، قیمت ها من یادمه که شب میخوابیدیم واقعا این اتفاق میافتاد، شب میخوابیدیم فردا صبح میرفتیم میگفتش که مثلا یک کیلو لوبیا شما میخریدین 2500 الان شد 2700 تومان. الان این جهش ابتدا توی منازل مسکونی اتفاق افتاده، وحشتناک شده این افزایش نرخ اجاره بها برای یک متر مربع یک منزل مسکونی تو هر کجای ایران. و در جواب شما این اتفاق یک سال آینده برای ایران میفته، به خاطر اینکه دیگه تحت فشار میگه الان به نظر من آمریکا تمام زورش داره میزنه دیگه که بتونه ایرانو متقاعد بکنه نسبت به اون چیزی که اون میخواد و نسبت به اون چیزی که شاید جواب بین الملل به صلاح نسبت به ایران انتظار دارن. حالا من اخبار رو که نگاه میکردم نمیدونم، میگن اتحادیه اروپا خیلی راغب شده که از ایران حمایت بکنه به خاطر اینکه بلافاصله اعلام کرد حمایتش. آیا این واقعیت عملی هست یا نه برای آروم کردن ایرانه؟ مثلا بگن که ما پشت توییم ولی پشت خنجر بزنن ایران نره به سراغ سلاح هسته‌ای، که حالا سلاح هسته‌ای، حالا من عقیده دارم که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نرفته، شاید این توان در اون باشه، عقیده منه، نظر منه، در اون توان داشته باشه که اون کار انجام بده، ولی به نظر من دنبال اون مسائل نرفته. و حالا بیشتر بحث اینه که بالاخره شما یک کشوری که علاوه استراتژیکی همه جا بهش زومن و شاید برگرده به سیاست‌های کشور، ولی همه روش زوم هم به خاطر اینکه نفت داره و تا زمانی که ایران نفت داره همه جا روش فشار هست به خاطر منافع خودشون. بله 100%. شما ببینید آمریکا یا بالاخره جای دیگه که دلشون واسه ماها نسوخته که اونا دنبال این هستن که از بازار ایران بالاخره یک درآمدی داشته باشن و این درآمد خب قبلنا که خوب میبردن الان هم خوب میبرن، الان بیشتر سیاسیون مملکت ما خوب میبرن با بیارزش کردن پول و تزریق دلار به صورت قطره‌ای تو بازار، یک جوری عمل میکنن که به خاطر اینکه چند وقت پیش که نرخ دلار اولین بار رکورد 8100 تومان زد اومدن مصاحبه کردن، 4 نفر گرفتن، نیروی انتظامی وارد شد، آجیر کشان از این ور به اون ور و گفتن آقا اینا اخلال ارزی رو وجود آوردن. خب اخلال ارزی که یک شبه وجود نیومده که ما بگیم که چقدر سریع عکس العمل نشون دادن، خدا پدرشون رو بیامرزه، رفتن اینو گرفتن. این اختلاف قیمت دلار یک ماهه انجام شد. شما که میدونی که قیمت دلار داره تو مملکت ارزش پول داره روز به روز بابت 4 نفر، قبلا جمشید بسم الله شده الان شده مسعود بسم الله، فردا میشه حسین بسم الله، برو همون مسعود بسم الله روز دوم بگیر، نذار اتفاقات بیفته. خب وقتی که شما اینجوری داری از قضیه از دور داری نگاه میکنی که یک ماه داره اینجوری داره روند رو به سعودی داره، دلار از 4200 تومان بهمن ماه میشه 8000 تومان، پس پشت قضیه چیزی هست.
که این اتفاق میفته. شاید بحث کمبود بودجه مملکت، بحث یارانه ها، اینها کمبودایی هست که دولت خواسته از این طریق از قشر مرفه بگیره، چون قشر متوسط رو به پایین که دنبال دلار نمیره، فقط ضربهش میخوره، روز به روز ضعیفتر میشه، روز به روز بیچاره تر میشه. ولی کسی که حالا مثل خود من مجبورم برای اینکه تفریح بکنم برم دلار 7000 تومانی بخرم، این پول از من میگیره، از 20 نفر دیگه، 100 نفر دیگه، 2000 نفر دیگه که دنبال یک رفاه نسبی تری هستن میگیره و بالاخره یک مملکت اداره میکنه. بسیار سپاسگزارم ازتون. شما لطف دارین و براتون آرزو میکنم که سفر بسیار خوبی داشته باشید. خیلی متشکرم، مرسی. در ادامه برنامه ترانه بیقرار از رحیم جهانی رو میشنوید. او دلبر جانم بیقرارم امشب، او دلبر جانم بیقرارم امشب، ناز دلدارم نازوردارم امشب. دلبر جانم بی قرارم امشب، علاوه زلف تو شب رای تو روز، دلبر جانم بیقرارم امشب. بیابان نگاه ای خانمان سود، دلبر جانم بیقرارم امشب. شرابش خودر جام دلم ریز، دلبر جانم بیقرارم امشب. چراغ عشق و در جانم برافروز، دلبر جانم بیقرارم امشب. ناز دل دارم نازور دارم امشب، دلبر جانم بیقرارم امشب. چرا برخی از ما ایرانی ها از بیان بعضی مسائلمون واهمه داریم؟ این پنهانکاری البته دامنه خیلی وسیعی داره و مسائل مختلفی رو هم در بر میگیره. نمونش فکر میکنم در گفتشنودی که شما دارین مطرح شده. بله درسته. این گفتگو با یک مادر و دختر جوانشه و البته محدود به تنها این موضوع نیست. اونا از هر دری سخنی گفتن و از شرایطی هم که امروز در ایران هست بسیار گله‌مندن. پس بشنویم این گفتشنود رو. شما به عنوان یک جوان اگه یه مشکلی داشته باشی تلاش میکنی از بقیه پنهان کنی، یعنی آبروداری کنی اون چیزی که اصطلاح ماه، یا نه میتونی به کسی اعتماد کنی مشکلاتتو بگی؟ والا به هر کسی که نمیتونم اطمینان کنم که بخوام بگم، مگر اینکه مثلا اعضای خانواده یا کسایی که باشن، چون آدم میترسه که بخواد یک حرفی بزنه که بعد مثلا برات بد بشه دیگه. در همین حد. به طور کل چقدر شما در بند آبروداری هستین؟ بعضیا برای مثال یه بولیز می‌خرن 20 تومن،
میگن نه من اینو 40 تومن خریدم. شما چقدر از این کارا میگید؟ نه نه اصلا از این چیزا برای من اصلا هیچ کسرشن نیست که مثلا بگم اینو اینجوری کم خریدم و اینا، نه اصلا از اینجور چیزا راستش هم میشه میگه. کسی هست که اینجوری باشه دور و برتون؟ بله خیلی زیاده. حتی دیدم بعضی خانم‌ها مثلا به شوهرشون هم حتی الکی میگن مثلا شاید بخواد مثلا یک چیزی رو 10 تومن خریدن، میگم 20 تومن جل برای خودم پیش اومده، یکی از دوستان رو دیدم. بعد مثلا بهش میگم چرا، میگه خب نمیگم که اون به من پول بیشتری بده، ولی خب من خودم نه تا حالا اینجوری برام نشده. شما خانم شما چقدر این مسئله رو دیدین یا خودتون چقدر اهل آبروداری هستین؟ متاسفانه پنهانکاری تو ایران فراوونه، یعنی واقعا مردم دیگه با هم رو راست نیستن، به ندرت آدم رو راست میبینه. من سعی میکنم هرچی هست همون باشم، یعنی چیزی که میخرم واقعا همونو میگم. یه ده میگن چرا انقدر گفتی یا بیشتر میگفتی بهتر بود، ولی نه من معتقدم همونو که هست همونو باید. نمیگن چرا باید به شما بیشتر میگفتین؟ نمیدونم فهم میکنم مثلا این چیزها رو کلاس میدونن که مثلا من کلاس هم پایین نیاد مثلا اینو گفتم اینجوری اونطوری الان اینجوری شده. درسته این چیزها رو کلاس میدونن. شما فکر میکنین شما که مادر ایشون هستین فکر میکنین این تو نسل جدید بیشتر شده یا؟ 100% تو نسل جدید بیشتر شده، قدیم اینطور نبود. در صورتی که میگن جوانا رو راسترن؟ نه تو اینجور چیزا نه خیلی زیاد هستن. خرافاتو چقدر تو جوانا زیاد میبینین؟ تو جوانا فکر میکنم کمتر شده، حالا به جز یه قشری که خیلی ممکنه خانواده هاشون بسته تر باشن چرا هستن یا خیلی مذهبی تر هستن، ولی تو جوونا احساس میکنم کمتر شده خرافات. شما به عنوان یه زن چی بیشتر آزارت میده تو محیط ایران؟ یکی که حجاب اول از همه، یکی دیگه این که آدم احساس امنیت نداره. هر جوری بری حتی اگه کافیه که مثلا با مانتروسه یه ذره مواد بیرون باشه همه یک نگاهی به آدم میکنن که آدم احساس امنیت نداره. همینش مثلا وقتی یک جای بیرون میرید بی خارج از ایران مثلا حتی 12 شب هم شده مثلا بری 1000 تا آقا هم باشه یک نفر تو رو نگاه نمیکنه. شما چی خانم؟ نسل جوان بهتر شده، روشنفکترن، خرافاتو کمتر قبول دارن، ولی نسلهای قدیم هم اکثرا خیلی برگشتن، خیلی خیلی. یکی خودمون که موقع اعتقاداتی داشتیم الان هیچی رو واقعا اعتقاد نداریم، راستش رو بخوای حتی نمازم دیگه نمیخونیم. یکی که واقعا همینطوره، یکیش حجاب اجباریه این یکیش، و یکیش این که امنیت نیست اصلا، حتی با روپوش و شلوار و روزهری این مردا این شلوار یکم تکون بخوره خیام زیر چه خبره. اصلا سن و سال براشون مطرح نیست واقعا میگم، یعنی نمیگن این سنی ازش گذشته، چه جای مادر منه. یه عده‌ای که میان خارج از کشورم حتی میگن که وقتی روسریشون رو برمیدارن نگرانن. شما؟ بله واقعا همینطوره. ما اصولا تو فرودگاه که میای همه اکثرا برمیدارن، ما این کارو نکردیم، ما بعد اومدیم برداشتیم، ولی واقعا همینطوره، آدم نگران و دلهوره داره. بله وقتی که مثلا اونجا هستی مثلا اولش وارد بشی آدم ناخودآگاه اون دلهوره و نگرانی رو داره. چقدر الان فکر میکنین جوانا سیاسی هن؟ الان خیلی به نظرم معمولا تو هر جمعی که بیشینی این بحث سیاسی در واقع نقل مجلسه، همه شروع میکنن به حرف زدن. اصلا تو خانواده ها قدیم میشستن از فامیل و دوست و آشنا این حرفا رو با هم صحبت میکرد، الان فقط جف شده سیاسی، یعنی میشیم این بده اون خوبه نمیدونم، همش بس مملکت اینطوره متاسفانه. امریکا از فرجام خارج شده، شما خودت فکر میکنین به ضرر ایران شده؟ 100% 100%. یک صحبتی که آقای ترامپ یا اون وزیر امور خارجه جدیدش، یه صحبت کوچیک دلار کلی میره بالا، اجناس کلی قیمتاش وحشتناک میره بالا، در صورتی که اینا میگن که اصلا تاثیر نداره، اینجور نیست، یک کلمه آقای ترامپ همه چیزو بالا میبره. یه نظر دیگه هست که با وجودی که این عواقب داره خیلی ها تو ایران استقبال کردن از بله بله 82% ملت ایران خوشحال شدن که آقای ترامپ تحریما رو تاکید کرده که روش بیشتر بشه. 82% ملت موافقن، همه خوشحال شدن. چرا باید خوشحال باشن؟ خب برای اینکه خسته شدن، میگن یه دفعه خلاصی یا این ور یا اون ور دیگه، خسته شدن ملت، شب میخوابی و صبح بلند میشی کلی همه چی رفته بالا، برای اونا نه، برای آقایون نه، برای ملت. شما الان اگر بخواین سفر کنین به خارج از کشور باز حتما اجازه همسرتون لازمه؟ 100% خانوما باید حتما اجازه محصری داشته باشن، نداشته باشن اجازه نمیدن. بعد
بعضی اتفاقا میفته توی ایران، مثلا خود مردم هم آدم میبینه رعایت نمیکنن. فرضاً راجع به آلودگی هوا با وجود که الان جدی شده، ولی خب مثلا آشغال میریزن تو خیابون، چقدر شما اینا رو میبینین دور و برتون؟ متاسفانه خیلی زیاد شده بی نهایت. نمیدونم مردم چرا این کارو میکنن، ولی در واقع به خودشون دارن ضرر میزنن. فکر میکنن نه ولش کن بابا، مثلا دولت جمهوری اسلامی ولش کن، هر کاری کردیم آشغال میریزیم برامون مهمه، ولی نه در واقع به خودشون دارن ضرر میزنن. شما هیچ وقت شده برین جلو بهشون بگین چرا این کارو میکنن؟ پیش اومده ولی بهشون برمیخوره، میگه به تو چه مربوطه خانم، به شما ربطی نداره، دلم میخواد میره بیشترم میریزه. یکی از شهرهای شمال ایران یه پرستار لهستانی بوده، الان امامزاده شده، ملت همه میخوابن اونجا پول میریزن. این البته تبلیغی که اینا میکنن، این که از سالها پیشم بوده اون بی بهوریه. بله از سالها پیشم بوده، یه پرستار لهستانی بوده، چون به مردم خدمت میکرده، ملت اون شهر به خاطر قدردانی از اون یا مقبره کوچیکی براش دو، الان اونم خواهر امام رضا شده. من دیدم این عربا چرا همه اومدن ایران، این همه جای خوش آب و هوا مثل ترکیه یا کشورهای دیگه همه ریختن اومد. سپاسگزارم ازتون، آرزو میکنم سفر خوبی داشته باشی. خیلی متشکرم، ممنون. شاد و خوش باشی. مرسی. از هر دری سخنی، گفتگویی بود با دو گردشگر ساکن ایران. به بخش پایانی برنامه میرسیم. از واژه تا کتاب که محمد عقیلی اون رو تهیه و اجرا کردن. این بخش به معرفی و نقد کتاب خسرو خوبان از رضا دانشور اختصاص داره. ببینیم محمد عقیلی خودش در این مورد توضیحی نداره. آقای عقیلی؟ چرا؟ اگه اجازه بدین یه توضیح مختصر بدم. خواهش میکنم. در زمان تهیه این برنامه رضا دانشور نویسنده کتاب خسرو خوبان زنده بود و گفتگویی هم با او داشتم که بخشی از این گفتگو رو در برنامه هم میشنوین. اما رضا دانشور در سال 1394 در سن 68 سالگی به دلیل بیماری سرطان در پاریس درگذشت. او از سال 1361 در فرانسه زندگی میکرد. از او چند رمان، مجموعه داستان و نمایشنامه منتشر شده، اما بسیاری از صاحب نظرها معتقدند که رمان خسرو خوبان که در این برنامه دربارش صحبت میشه بهترین اثر رضا دانشوره. پس میشنویم نقد رمان خسرو خوبان در از واژه تا کتاب. ایمان بیاوریم، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها را مرا در منزل جانان چه امن و عیش، چون هر دم جرس من در آینه می دیدمش که مثل آینه پاکیده بود. از واژه تا کتاب. از واژه تا کتاب را میشنوید با نقد بهروز شیدا بر رمان خسرو خوبان نوشته رضا دانشور. خسرو خوبان ماجرای زندگی بهرام راستین در دوران محمد رضا شاه پهلوی. زن و مرد جوانی به دنبال مأموریتی که به مرد از طرف ادارش محول شده به زابل میرن، صاحب پسری میشن، پسر رو بهرام راستین نام میگذارند، روزگار میگذارند، پسندازی میاندوزند، گاهگاهی اساس خانه ای نو میکنند، در میان آشنایان دور خود چرخ میزنند و به پای تخت برمیگردند. پسر در 15 سالگی نخستین عشق رو تجربه میکنه. نام معشوق گیتیه. اما پدر و مادر دختر به شهرستان منتقل میشن و از عشق تنها درد جدایی میمونه. چندی بعد مادر پسر میمیره و پدر با زنی فاحشه ازدواج میکنه به نام ماهانه. بهرام راستین به محفلی سیاسی میپیونده و یارانی پیدا میکنه. شبی زن پدر به بالین بهرام میاد و از اون میخواد که با او بیامیزه. بهرام زن رو میرونه، زن فریاد میزنه که بهرام به اون نظر داشته. پدر بهرام چنان خشمگین میشه که خانه رو به آتش میکشه. بهرام اما از آتش جان سالم به در میبره، به سربازی میره و به عنوان سپاهی دانش
به کهندش فرستاده میشه. چندی بعد ماموران امنیتی به جرمی واهی بهرام رو دستگیر میکنند. بهرام پس از 5 سال آزاد میشه، پدرش رو در پیاده های شهر نو محله بدنام تهران پیدا میکنه و به همراه او به خانه زن پدرش میره که صاحب خانه ای در محله بدنام تهرانه. کاروانی از فاحشه ها و پاانداز ها راه میاندازه و به کهندش میره. به عقیده بهروز شیدا، حکایت خسرو خوبان بیش از لایه واقعیت داستانی در لایه تمثیل و رویا جریان دارد. در خسرو خوبان حوادثی می‌گذرند که به رویا و جادو می‌مانند. ویژگی رویایی جادویی ماجراها اما چنان در نشانه‌های اسطوره‌ای بافته شدند که در دل هر حادثه معنای تمثیلی پیداست. در جهان شگفت‌انگیز خسرو خوبان حوادث آمیخته است از واقعیت و رویا، تمثیلی از جهان اسطوره‌ای ایرانی. بهروز شیدا سپس شماری از نشانه‌های اسطوره‌ای در رمان خسرو خوبان را نام می‌برد، مانند کهندژ که تمثیلی است از نام گنگدژ، آرمان شهر اسطوره‌ای که توسط سیاوش ایزد نباتی در آسمان بنا شد و به همت کیخسرو شاه آرمانی به زمین آورده شد. در خسرو خوبان کهندژ تمثیلی از یک آرمان شهر. بهرام راستین به سوی آرمان شهری میره و خود تمثیلی از منجیان جهان اسطوره‌ای ایران. نطفه بهرام راستین درست مثل سمنجی آیین زرتشتی بسته میشه. روزی مادر بهرام راستین برای قایق سواری به دریاچه هامون میره. رضا دانشور نویسنده خسرو خوبان از دریاچه هامون در کتاب خود چنین می نویسد. با صدای خود او می شنوید. هامون ماهای از سال قلمرو مطلق عقاب‌ها و بادهای سخت بود. هفته های طولانی جمنده دیگر را یارای نزدیک شدن به آن نبود و دریاچه چون پهلوانی زره پوش برابر بادی که می کشید بنیان زمین را برکند بر می خواست و نعره‌های سخت می‌کشید تا ضربات وحشی باد را پاسخی سخت تر گوید. پس از آن که باد پس می‌نشست، آرامشی می‌آمد چون صبح ازل زلال، آراسته به قهقهه کبک‌های دری و صدای پربرکت بلدرچین‌های گندمزار و آه‌های راضی هامون و بال زدن‌های آرام عقاب‌های سیر و بلند پرواز و حرکت صداهای خوش به سیمهای ساز. آنگاه صدای خانمهای کارمند که خسته از درنگی 4 ماهه در اتاقهای بسته پردود موقع سوار شدن به توتنها جیغ می کشیدند، سکوت آن پیرامون یک سر آرام از تمدن را در بهتی ناگهانی می شکست و دریاچه چون پهلوان پیری که بچه شرور و پرتوقع او را اسب بازی خود کند، توتن سواری بانوانی را که مستخدم مخابرات، تلفنچی دفتر، منشی رئیس، گوینده رادیو، همسر مدیر کل یا مترس مهندس شرکت بودند، با حیرت تحمل میکرد. یک روز هم یکی از این خانمها با کلاه آفتابیش افتاد در آب ولرم و طلایی اواخر تابستان. قایق میچرخه و زن به اعماق فرو و چون بر روی آب میاد باردار شده. زنی باردار که طعم رسهای اعماق دریاچه هامون رو هرگز فراموش نمیکنه. بهرام راستین همچون منجیان آیین اسطوره‌ای ایرانی نطفه میبنده و رو به آرمان شهر خیالی حرکت میکنه. اما در میان این دو حادثه نشانه های دیگری هست که چهره های اسطوره دیگری رو به ذهن ما احضار میکنه. بهروز شیدا در خسرو خوبان نشانه هایی از آیین میترایی مییابد که بر سفری عرفانی بنا میشود و منزل های عرفانیان عبارتند از کلاغ، پوشیده، سرباز، شیر، پارسی، پیک خورشید و پدر. به گفته بهروز شیدا، بهرام راستین، قهرمان کتاب خسرو خوبان، در مسیر خود از این منزلها می‌گذرد. او اما دیگر چهره‌های اسطوره‌ای ایران را نیز تمثیل می‌بخشد. بهرام راستین سیاوش را هم تمثیل می‌بخشد.
میدونیم که از جمله در شاهنامه فردوسی سودابه همسر کیکاووس به سیاوش پسر کیکاووس طمع میکنه و از اون میخواد که با او بیامیزه. سیاوش به خواست او تن نمیده، پس سودابه او رو به دست درازی به خود متهم میکنه. کیکاووس آتشی برپا میکنه تا سیاوش برای اثبات بیگناهی خود به آزمایش از آن بگذره. سیاوش چنین میکنه و سربلند و سلامت از آتش میگذره. رابطه ماهانه و بهرام راستین و آتشی که پدر به خانه خود میزنه سیاوش رو به یاد ما میاره. در وجود بهرام راستین سرگذشت بهرام خدای پیروزی جهان اساطیر ایرانی نیز حضور داره. در صحنه های آخر خسرو خوبان بهرام در مقابل پهلوانی با برز و بالایی گران می جنگه که مارها چون دستار دور سرش پیچیدن. در این جنگ پهلوان چهره های گوناگونی به خود می گیره که تمثیل چهره های گوناگون بهرام خدای پیروزی است. بهرام ایزد پیروزی 10 چهره داره که هر یک نشان نوعی توانایی اند، از آن جمله باد، اسب سپید، گراز، شتر، قوچ. بهرام راستین چون منجیان آیین اسطوره‌ای نطفه می‌بنده و به سوی آرمان شهری خیالی میره. در این میان اما از جمله چهره‌های سیاوش بهرام، میترا، هوشیدر، هوشیدرما، سوشیانت رو در خودش متبلور می‌کنه. همه ماجرا اما این نیست که اینها تنها خیال‌هایند که هرگز متبلور نمی‌شن. هم از این روز که در صحنه آخر حریف بهرام راستین که در اندام بهرام 15 ساله ظاهر میشه و به بهرام میگه که این هم وهمی دیگر بگرد تا بهرام راستین رو پیدا کن. بهروز شیدا نقد خود بر داستان خسرو خوبان را چنین پایان میدهد. تمثیل هایی که در خسرو خوبان ظاهر میشند میخواند ما را به خانشی از گفتمان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مسلط بر ایران متوجه کنند. به روایت خسرو خوبان 2 عنصر انتظار ظهور منجی و امید آرمان شهر که سبب ساز سرنوشتی است که انقلاب اسلامی تنها تبلوری از آنه به یاد ما میاره که هر از چند گاهی گروهی به قافل سالاری منجیانی خیالی رو به سوی آرمان شهری خیالی حرکت میکنند و جز زخم و درد نصیبی نمیبرند. دوری باطل که در فرهنگی به قدمت همه تاریخ ایران ریشه داره. تاریخی مبتنی بر دست نیاز به سوی آسمان، دل سپاری به منجیانی که کبوتر مرگ از کلاه فریب بیرون میارند. تکرار آنان شهرهایی که هرگز در سایه درختان آنها نمیتوان نشست، نه از چشمه هایش میتوان آب نوشید، نمیتوان بر دیوارهایش تکیه داد. تاریخی که از دل اسطوره‌اش جز حماسه خیال آرمان شهر دور از دست و عرفان جستجوی بی حاصل معشوق آسمانی بیرون نمیاد، همه فریاد خسرو خوبان. خسرو خوبان در قامت روایت زندگی بهرام راستین همه فلسفه تاریخ ایران رو به جدال میطلبه. سنتی رو که تا چشم کار میکنه مکرره. نقد بهروز شیدا بود بر داستان خسرو خوبان از رضا دانشور. هفته آینده نقد او را بر داستان چاه بابل نوشته رضا قاسمی خواهید شنید. به پایان برنامه از دور از نزدیک رسیدیم. با امید اینکه برنامه این هفته مورد پسند شما قرار گرفته باشه، من بهمن چهل‌امیرانی به همراه زینت هاشمی تهیه کننده برنامه و همچنین محمد عقیلی و بهروز چهل‌امیرانی به همه شما بدرود میگیم. به امید داشتن روزهایی روشن‌تر و زیباتر برای همه شما.